سازمان پیمان آتلانتیک شمالی و کمیسیون اتحادیه اروپا به طور جداگانه اما با هدف مشترک مبارزه با تهاجم روسیه و کمک به اوکراین در تلاش هستند که با ارائه طرح‌هایی از تجاوز روسیه در آینده جلوگیری کنند و همچنین کمک‌های مالی در جهت بهبود سامان بخشیدن به اوضاع اوکراین داشته باشند. جزئیات بیشتر را در گزارش سارا دماوندان ببینید. همانگونه که مطلع هستید بیش از 40 روز که از تهاجم روسیه علیه اوکراین میگذره، کمیسیون اتحادیه اروپا به همراه متحدان خود تلاش میکنه که با هرچه منزوی کردن بیشتر روسیه کاخ کرملین رو از تهاجم های احتمالی در آینده منصرف کنه. ینس استلتنبرگ دبیر کل ناتو روز یکشنبه از برنامه ریزی های آینده خود و ارائه طرح‌هایی برای حضور نظامی دائمی در مرزهای ناتو برای مقابله با تهاجم آینده روسیه در اروپا خبر داد و از فرماندهان نظامی خود خواست که گزینه‌های پیشنهادی خودشون رو ارائه بدن. در کنار اقدامات ناتو، اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا پس از دیدار نزدیک با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به منظور شرکت در گرد همایی ایستاده برای اوکراین و با هدف جمع‌آوری کمک مالی به این کشور جنگ زده وارد ورشو پایتخت لهستان شد. این گرد همایی با هدف ترغیب رهبران سیاسی و افراد مشهور جهانی به تأمین بودجه و سایر کمک‌های مالی برای مردم اوکراین برگزار شد. این رویداد با نام ایستاده برای اوکراین 9.1 میلیارد یورو جمع‌آوری کرد، در حالی که کمیسیون بانک اروپایی و بازسازی توسعه 1 میلیارد یورو دیگر نیز به این مبلغ اضافه کرد و این کمک‌ها در مجموع به 10.1 میلیارد یورو رسید. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد که این اقدام بین المللی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای حمایت از اوکراین و به ویژه پناهندگان ایجاد شده. در کنار رهبران نظامی و مقامات اروپایی و همپیمانانش، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در یک شنبه پیش از آغاز عید پاک به یک شنبه نقل معروفه از فراخوانی برای آتش بس عید پاک در اوکراین استفاده کرد و از حماقت جنگ ابراز تأسف کرد. او جهان را به آرامش دعوت کرد و گفت اجازه دهید آتش بس عید پاک آغاز بشه. آتش بس برای رسیدن به صلح از طریق مذاکرات واقعی. بر اساس گزارش کمیسیون اروپا در حال حاضر بیش از 4 میلیون تن برای پناه گرفتن در کشورهای اتحادیه اروپا از اوکراین فرار کردند، در حالی که 6.5 میلیون تن دیگر نیز از خانه های خود فراری شدند اما همچنان در داخل اوکراین هستند. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر آلمان.